سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسه قبل در خصوص کنترل و نظارت پروژه صحبت کردیم و گفتیم که میخوایم وقتی که پروژه شروع به اجرا شدهش ما وظیفه داریم که اونو کنترل کنیم نظارت کنیم بر نحوه اجرا و بر اساس مشاهداتی که داشتیم برنامه خودمونم آپدیت کنیم خب فرض کنیم که الان وارد MSP شدیم و پروژه ما هم که شروع شده حالا رفتیم مشاهده کردیم و میخوایم پروژه برنامه پروژه ما رو آپدیت کنیم بر اساس تغییراتی که تو واقعیت رخ داده خب پروژه ما که انجام یک طرح پژوهشی بودش با یک پایان نامه وقتی که تو تب پروژه پروژه اینفورمیشن بریم میبینیم که از 22 نو استارت ما خورده و پروژه شروع به کار کرده اینجا یه استاتوس دی داریم دیت داریم که نشون میده تو چه روزی ما میخوایم کنترل رو انجام دادیم و میخوایم موارد رو وارد کنیم مثلا امروز ما میخوایم وارد کنیم خب استاتوس uh, دیت رو اینجا هم میتونستیم قرار بدیم که بیایم اینجا انتخاب کنیم و خب, بزنیم اوکی تو دی رو انتخاب بکنیم و اوکی رو بزنیم پس اینجا هم میتونست همونطور که اینجا میبینین یه خط باریک سبز رنگ وجود داره که نشوندنده امروز هستش و در واقع یه چنین روزی که سیزده هم هست اینجا اگه تو کلندر ویندوزمون هم کنیم سیزده اکتبر و نشون میده که ابتدای سیزده اکتبر و چون هنوز تموم نشده به انتهاش نرفته خب فردا مثلا میشه 14 اکتبر که حالا بین چون اسکیل زمانیمون رو یه مقدار زوم کردیم 14 رو نشون نمیده ولی بین این هستش خب ما میایم اینجا واسه اینکه شروع کنیم به تغییرات رو اعمال کردن اگر همه چیز به خوبی پیش رفته باشه ما باید بیایم بگیم که اوکی بر اساس زمان این فعالیت و همچنین این فعالیت تا اینجا تکمیل شده این خب قبل اینکه بگیم خب خیلی وقتا ما بر اساس زمان یا بر اساس آنچه که در واقع باید پیش میرفت پیش نرفته و میتونیم بیایم اینجا بزنیم من جدول رو بزرگتر کنم خب تغییراتی که مشاهده کردیم رو اعمال کنیم توی استارت یادمون باشه ما اولین کاری که باید بکنیم یه دونه بیسلاین بگیریم بیسلاین چیه میگه وقتی که من پروژه رو برنامه کردم یه کپی از اون بگیر و بگیم که این بیس من هستش خب و ست بیسلاین وقتی که اینجا بیسلاین انتخاب بکنیم اما اقسام بیسلاین ها میگه من رو همون اولیه ست میکنم نمیگم از چه تاریخی کل پروژه رو میخوام بگیرم اینجا و اوکی میکنم چیزی که تا الان تغییراتی روش رخ نداده و حالت برنامه ریزی بوده و البته بعد قبل از اینکه پروژمون استارت بخوره من بیس رو بگیرم چون میخوایم بر اساس برنامه این کار رو انجام میده ولی وقتی که من رو داشتم این تغییر می‌کردم پروژه من استارت خورده داشت. خب بیس لاین رو وقتی که بگیرم حالت برنامه ریزی رو دارم حالا تغییرات رو میام روش اعمال میکنم وقتی که من این استارت رو به طور مثال اینو تغییر بدم بگم این نه یک روز دیرتر شروع شده باشه چون پروژه من استارت خورده میاد میگه که تسکای تو لینک شده با همدیگه اگه اینو تغییر بدی بقیه هم تغییر میخورم من میگم اوکی اه. keep the link and move خب این رو می‌بری اینورتر ولی این یکی رو تغییر نداده این خاطر اینکه که تو هر شرط واقعی هستش این در سوال از من میپرسه میگه آقا پروژه تو استارت کرده چجوری الان میگه که این تغییر وقتی که یه استارت تغییر میدم حالت یاد ما شما رو توی برنامه استارتو رو میزدیم دیگه الان تغییراتی که دادیم این اکچوال استارت یعنی در واقع به صورت واقعی داره پروژه من تغییر میده ما اینجا یک کلمه دیگه میتونیم اضافه کنیم به نام start date actual start date actual start خب وقتی که actual استارت رو قرار بدیم چون من هنوز percent completely واسه این تعریف نکردم یه دونم actual finish میارم یه دونم percent complete میارم خب وقتی که پرسنت کامپلیتی هنوز باسه هیچ چیزی تعریف نکردم یعنی هیچ کدوم از اینا شروع نشده و استارت من به صورت برنامه ایش تغییر میکنم وقتی که من باسه یکی از این موارد بگم آقا این مورد مثلا 50 درصد پیش رفته خب همونطور که میبینی این از اکچوال استارتش از حالت ای یعنی تعریف نشده در میاد و تاریخ رو باسه ما میزنه 22 نه چرا 22 زده میگه اوکی تو تو ستو اومدی آپدیت کردی اما تاریخی که حالا اعلام نکردی بر من برای من چون و گفتی اینم رفته جلو من فرض من بر اساس همون برنامه رفت جلو خب این یه روش بود که من آپدیت کردم گفتم 50 درصدش رفته جلو و هنوز تکمیل نشده در صورتی که باید تکمیل می شده خب اه یکی دیگه هم هستش که من بیام بگم آقا من تعریف کرده بودم استارت این خب تو... سیزده ده بوده اما حالا من اینو تغییر داده بودم اوورده بودم شروع سیزده ده دوباره تغییرش میدم میگم نه در واقع دیروز بوده استارتش خورده این استارت رو هم تغییر میده از حالت NA در میادین پرسنت کامپلیتلی بساش نزده چون آپدیت نکردیم هنوز پروژه رو یا باید دستی بزنیم یا حالا بتون نشونم از طریق آپدیت پروژه اینو میتونه آپدیت کنه بعد این وسط متوجه شدم که یک موضوع دیگری هم باید انجام میشد به طور مثال اولویت بندی موضوعات انتخابی انتخاب موضوع وقتی که من اولویت بندی میکنم دیگه باید اولویت هامو بر فرض برم به استادم نشون بدم با اون مشورت بگیرم و از اون بپرسم که چی ها رو انجام بدم پس میام یک تسک دیگه ای که اینجا جا افتاده بود رو اضافه می کنم و مثلا مشورت با اساتید خب بعد اینجا دوباره همه چیزش رو مثالات عادی تعریف میکنم مثلا سررش کی باشه پیش نیازش اولویت بندی باشه چهار آیدی چهار رو اینجا قرار میدم چه ریسورسی خودم و استاد راهنما خب که حالا آره بر فرض این درصده کم درصد کمتری 50 درصد زمان روزش رو بسام وقت می‌ذاره 50 درصد 25 درصد من خودم هم واسه این کار رو انجام دادم 50 درصد نیرو ما گذاشته باشم اوکی می‌کنم وقتی که اوکی کردم نیرو میاد وارد میکنه یه مقدار فرمت من به هم چون کامپیوتر من عوض کرده خب میاد میگه من دیش رو انتخاب نکردم همون یک روز کفایت میکنه و ایناش هم ای میده و خودش هزینه رو وارد میکنه خب یه دونه فعالیت اضافه شد یه چیز عادی هستش وقتی که پروژه ما ران میشه بر فرض یک پروژه من هم یک فعالیت هم, هم از بین رفته اه. میخوام یکی از این فعالیت ها اگرم من آپدیت بکنم برگزاری جلسات بحث, بحث این موضوع رو من دلیت میگم شده یعنی انجام قرار نیست چون کاش دلیت نمی کردم برنامه رو سریع آپدیت میکنه و به حالت من نشون. یک مورد دیگر کنم انتخاب موضوع استاد نهایی کردن موضوع بر فرض موقعی که من دارم استاد راهنمام انتخاب میکنم و استاد مشاورم انتخاب میکنم یه مواردم باش نهایی میکنم یه چیز اضافی بودش که اینجا آورده بودم همون لحظه آپدیت انجام نهایی میشه خب من الان مواردی که تغییراتی که بودش رو اعمال کردم بقیه موارد به صورت عادی پیش رفته و من میخوام فقط پرسنت کامپلیتشون جلو بره قرنیم اپدیت میکنم پروژه‌مو وقتی که پروژه‌مو میخوام اپدیت کنم میگه اپدیت ورک از کامپلیت ترو تا این تاریخ استاتوس دیتم بین 0 تا 100 درصد کامپلیت بزنم یا اینکه فقط 0 درصد یا 100 درصد بزنم خیلی وقتا میگیم یا کار شروع نشده یا تمام شده من میگم نه همینطوری ببر جلو بغیارم خب و به صورت اینکه کل پروژه رو این فقط تسکایی که سلیک کردم کردمم اپدیت نکنم اوکی که بکنم همینطور که اینجا مشاهده میکنین این تکمیل میشه تا اینجا 100 درصد میشه با اینکه من 50 درصد اعمال کردم چون بهش گفته بودم آقا آو همه اونا رو آپدیت کن کل پروژه من میگم اوکی 100 درصد انجام شد اگه این چنین نبود میام تغییرش میدم دوباره به 50 درصد خب اما بعد اما چون 100 درصد بود 100 درصد رو اعمال میکنم خب واسه این یکی هنوز آپدیتی ایجاد نشده چون تا تاریخ سیزده هم رفتیم این مورد رو من یه اپدیت دوباره بزنم بعد اصولا یه اپدیتی بر اساس زمان آها تعطیلی بوده به خاطر همین اپدیت نکرد روز یازده هم دوازده هم تعطیلی بوده بخاطر همین اپدیتی رو انجام نداده خب بعد اگه بیایم پایین میبینیم که این مورد رو هم تا اینجا آورده اینو بریک کرده بوده به خاطر عدم نیرو و این مورد رو نها کنین اکچوال رو خودش قرار داده. خب یه آپدیت معمولی بوده که اومدم این کار رو انجام اما من خودم موقعی که دارم یک پروژه رو کنترل میکنم زیاد از آپدیت پروژه استفاده نمیکنم چون بر اساس روز خب همه رو میاد آپدیت میکنه و من از کنترل خارج کنم. من اصولا میام بر اساس اکچوال استارت و اکچوال فینیش و پرسنت کامپلیتی که وجود داره موارد رو وارد میکنم دستی وارد میکنم چون مطمئنم که دقیق تر وارد میشه و اینطوری اطمینان بیشتری دارم خب امیدوارم مفید واقع شده باشه یه کار ساده بودش که آپدیت کردن پروژه توی ام رو نشون دادیم این کار رو تا انتهای پروژه انجام میدیم و آپدیت میکنیم بر اساس استاتوس دیتایی که داریم که بهترینش هم هفتگیه خب ما بیسلاین لاین هم اینجا قرار داده بودیم تو جلسه بعد میخوایم وارد ریپورت ها بشیم و انواع اقسام ریپورت ها رو با هم صحبت بکنیم قبل اینکه البته وارد ریپورت ها بشیم من مبحث ان رو و کنترل هزینه و نحوه اینکه گزارشات رو بتونیم حالا به صورت مبانی که پشت نظر این گزارشات وجود داره رو اول صحبت میکنم تو پاورپوینت بعد میایم تو ام و در مورد انواع اقسام گزارشاتی که واسه ما تعبیه شده و میتونیم بگیریم صحبت میکنیم ممنونم از توجهتون خدا نگهدار